بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الف با سر آمد است. فوراً بر روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر محمد کاظم توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب حسینی و همه بینندگان گرامی، فارسی زبانهای مقیم در اقصا نقاط عالم، خواهران و برادران عزیز سلام عرض میکنم. با امیدوارم که برنامه خوب و قابل استفاده ان شاء الله در خدمت شما و بینندگان عزیز داشته باشیم. سلامت باشین استاد. خیلی ممنون از حضورتان، خوشحالم که باز هم بعد از یک وقفه نسبتاً کوتاه دوباره توفیق دارم تا در خدمت شما باشم. استاد، موضوع بحث راهکارهای تقویت فرهنگ گفتگو در جامعه هست. با این موضوع در خدمت شما هستیم. از اینجا شروع میکنیم که استاد، گفتگو چی هست و چرا نیاز به تقویت فرهنگ گفتگو داریم و این نیاز در جامعه ما، یعنی در کشور عزیز ما مثل افغانستان، چقدر این نیاز احساس میشه؟ بله، بحث از اینجا شروع میکنیم که یکی دو روز قبل روز جهانی گفتگو بود و روز جهانی تعامل سازنده. چرا یک چنین روزی در تقویم جهانی ثبت شده و چرا ما نیاز به گفتگو داریم؟ آیا مشکلی پیش آمده در روابط انسانی و آیا این احساس نیاز سرمنشأش کجاست و چرا ما باید به موضوع گفتگو حساس باشیم، اهمیت بدیم، دقت نظر داشته باشیم و روی این موضوع تفکر بیشتری داشته باشیم؟ ببینید، تاریخ بشر پر هست از ناملایمات، چالش ها، گرفتاری ها، جنگ ها و نزاع های مکرر و مخرب و بنیان برافکن که محصول عدم گفتگو و سوء تفاهم هست. انسان ها از بد و پیدایش و از بد و تاریخ به خاطر این که نیازهای متعدد و گوناگون و تمام نشدنی داشتن از طرفی، و از طرف دیگه منابع و مواهب محدود بوده و محدود هست. انسان ذاتاً موجودی تمامیت خواه هست، دارای حب ذات هست، همه چیز رو برای خود خو میخواد و دوست داره که همه مواهب و همه نعمات به نحو بی‌نهایت داشته باشه برای خودش. همونطور که قرآن هم میگه خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان موجود سیری ناپذیر هست و دارای یک اشتهای بی حد و حصر، همه چیز برای خودش میخواد. اگر یک موهبتی و خیلی به او میرسه، در این زمینه بسیار منوع هست. منوع صیغه مبالغه است بر وزن فعول، کسانی که عربی خوندن، به معنی بسیار منع کننده، یعنی کسی که صرفا همه چیز برای خودش میخواد و دوست نداره که از مواهب دیگران بهره مند باشن. منشأ نزاع و جنگ ها و تنازع ها و تخاصم ها اینجاست. برای این که ما بتونیم یک زندگی انسانی و بهرمند از تعالی و تکامل داشته باشیم، جنگ ها و نزاع ها کم بشه، خصومت ها کم بشه و هر کسی به حق خودش قانع بشه، راهی نداریم جز گفتگو. بنابراین به اینجا میرسیم که انسان از نظر فلاسفه موجودی است که اهل تفکر است و تفکر در مفاهیم فلسفی و اجتماعی به معنی گفتگو هست. انسان ها اگر تنها هم باشن با خودشون واگویه دارن، با فکر میکنن، بله، و این فکر محصول گفتگو هست. گاهی اوقات گفتگو منحصر به خود انسان نمیشه، فکر محصول گفتگو هست. بله بله، اصلا فکر خودش گفتگوست.
شما وقتی فکر میکنید با جملات گفتگو حرف میزنید، اصلا تفکر شما با جمله است و جمله گفتگوی شما با خیشتن خیش است. بسیار. وقتی که تنها هم هستید اصلا صدایی از شما بیرون نمیاد، نوشته ای صادر نمیشه، در تنهایی خودتون هم فکر میکنید و این فکر خودش گفتگوی انسان با خود هست. بنابراین ما غیر از میخوایم بگیم ما غیر از اینکه با خودمون گفتگو میکنیم، نیاز داریم با دیگران هم گفتگو کنیم. چرا؟ چون نیازها در خود ما منحصر نمیشه، نیازهای ما نیازهای جمعی و گروهی است. ما به تنهایی نمیتونیم همه نیازهای خودمون رو در واقع پاسخگو باشیم. بله. برای ایجاد ارتباطی با دیگران، برای اینکه رفع سوء تفاهم بشه، ما نیاز به گفتگو داریم. بنابراین این گفتگو یک فرایند فعال همراه با اراده در مسیر پیشرفت، در مسیر ترقی و برای رسیدن به پاسخی در خور برای حل مشکلات و مسئله هاست. یک پرابلمی، یک مشکلی، یک مسئلهی وجود داره. برای اینکه اون مشکل حل بکنید نیاز به استفاده از اندیشه دیگران دارید. بنابراین محتاج گفتگو هستید. یعنی شما تا گفتگو نکنید، چه گفتگو شفاهی چه کتبی، انتقال معنا صورت نمیگیره. این انتقال معنا از طرف شما به دیگران و از دیگری به شما، این میگن گفتگو. بنابراین این قسمت اول. قسمت دوم این که چرا نیاز به گفتگو داریم، زیرا ما چالش های زندگی خودمون رو به تنهایی نمیتونیم حل بکنیم. ببینید پدران ما در بعد به تاریخ انسان های یک جانشین نبودن، قارنشین بودن. انسان های اولیه در قارها، در کوهها، در جنگلها به تنهایی زندگی میکردن. خب در معرض طوفانها، سیلها، حمله حیوانات وحشی و مشکلات دیگه بودن. کم کم به این نتیجه رسیدن که به تنهایی از پس مشکلات خو بر نمیان. لذا سعی کردن روستانشین و یک جانشین بشن، در کنار رودهای بزرگ اینجا با هم بشینن، کشاورزی ایجاد بکنن و بعد شهرها و تمدن ایجاد شد. چرا این فرایند پیش رفت و ایجاد شد؟ زیرا انسان به این نتیجه رسید که به تنهایی نمیتونه مشکلات خودش رو حل بکنه، محتاج کمک دیگران است. برای اینکه من از اندیشه شما، از تجربه شما استفاده بکنم، نیاز به گفتگو دارم. باید در قالب کلمات، در قالب زبان بدن نیاز خود به شما منتقل بکنم، انتقال معنا داشته باشم، شما هم همینطور، تا نهادهای اجتماعی شکل بگیره، تا تمدن شکل بگیره، تا علم پیشرفت بکنه، تا هنر و ادبیات پیشرفت بکنه و نزاعها و خصومتها کاهش پیدا کنه. بسیار عالی. استاد بخشی که چقدر موضوع رو احساس میکنه؟ بله. ببینید به میزانی که یک جامعه از رشد و تعالی فرهنگی و علمی برخوردار باشه، در اون جامعه گفتگو بسیار درخشان هست، برجسته هست، پیدا هست و در همه جوانب این زندگی، از خانواده گرفته تا قسمت های مهم زندگی اجتماعی، یعنی در واقع عرصه سیاست، عرصه فرهنگ، عرصه هنر و ادبیات و علم، گفتگو رواج داره و نهادی نمیشه. یکی از علامت های جوامع عقب مونده اینه که توی این جوامع عقب مونده، خانواده های عقب مونده، گروه های عقب مونده، گفتگو نیست. به جای گفتگو تخاصم هست، دعوا هست، نزاع هست، جنگ هست، خشونت و پرخاشگری هست. به میزانی که ما گفتگوی سازنده و پیشرونده در پیش بگیریم، از جنگ ها، تخاصم ها جلوگیری میکنیم. چرا؟ چون گفتگو میتونه سوء تفاهم از بین ببره. در نگاه اولیه همه فکر میکنیم شاید گفتگو همی جنگ هم که میکنیم، میگم دیگه، بله، لفت بله. فازی و لفت بازی میکنیم، فکر میکنیم که خب گفتگو انجام دادیم. بله. در حالی که اصلا گفتگو، ببینید، یک حرکت سازنده از سر دانایی و آگاهی و فرهیختگی است. انسان عاقل، دانای، آگاه به نیازهای خود و نیازهای دیگران، به این نتیجه میرسه که برای بسامان کردن مشکلات و حل مشکلات محتاج استفاده از اندیشه و تجربه دیگران هست. در یک فضای تعاملی، بدون اینکه از موضع برتر به دیگران نگاه بکنه، خودش رو در موضع مساوی با دیگران قرار میده، از اونها نظر میخواد، شنونده خوبی است، گوینده خوب، به جا سخن میگه و به جا میشنود و تمام تلاشش برای اینکه یک گفتگوی فعال متعالی همراه با احترام داشته باشه برای رسیدن به حل مشکل، بدون تعصب، بدون جزمندیشی، بدون دوگم اندیشی و بدون لجاجت. درود بر شما. استاد اجازه بدید یک میان برنامه شما تا رو ببینیم، بعد دوباره در خدمت شما هستم.
بیننده های عزیز گرامی سپاس داریم که نگاه گرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید. مثبت 964 780 255 4013 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. میتونید هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه با وقت بیداری را بیننده هستید. در خدمت جناب دکتر توکلی هستیم. حضرت استاد سلام مجدد خدمت شما. سوالی بود که اما قسمت آخر سوال که چقدر جامعه ای ما نیاز به ای داره که فرهنگ گفتگویش تقویت شود. بینندگان عزیز ما در جریانند که یکی از جوامع بحران زده دنیا که دائما در این جامعه نزاع، تخاصم، درگیری، سوء تفاهم و نامرادی خیلی زیاد هست جامعه ماست متاسفانه، مخصوصا در این 40 یا 45 سال اخیر. و شاید یکی از دلایلش این باشه که ما نتونستیم فرهنگ گفتگو بین خودخو نهادینه بکنیم و یاد نگرفتیم، واقعا تمرین نکردیم گفتگو کردن و حل مشکلات. به جای اینکه با گفتگو مشکل حل بکنیم، متاسفانه با لوله تفنگ، با پرخاشگری، بیشتر و ترساندن و تهدید و اینها، با تهدید و ارعاب و با جبهه گیری های در واقع متخاصمانه خواستیم مشکل حل بکنیم. مشکلات حل نشده، بلکه مشکلات اضافه شده و بحران ها فزاینده تر شده، چون با خشونت، با پرخاشگری مشکل حل نمیشه. عقده ها ایجاد میشه، خلع های فرهنگی و روانی ایجاد میشه و مشکلات حل نمیشه. لذا ما به شدت بیش از هر جامعه دیگری در همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محتاج گفتگو هستیم برای که مشکلات خود حل بکنیم. ببینید، من یک مثال خدمت شما عرض میکنم. اگر در یک خانه خدای نکرده آتشی بیفته به جان اموال خانه و همه به دست پا خوب بیفتن و بخوان که با سر و صدا، با داد و فریاد، با قالمقال مشکل حل بکنن، آتش رو خاموش بکنن، آتش خاموش نمیشه، شعله بدتر میشه داشت. بله، و عصبانیت ها بیشتر میشه. اینجا ما محتاج انسان های عاقل و مدیر و مدبر هستیم که خونسردی خود حفظ بکنن و در صدد حل بحران بر بیان، با آرامش، با آسیب شناسی های دقیق، با زمان شناسی و با مدیریت احساسات و عواطف. یک پدر عاقل در چنین شرایطی خونسردی خود حفظ میکنه و سعی میکنه بهترین عکس العمل داشته باشه در قبال این مشکلی آتش سوزی، و آتش خاموش میکنه و دیگران آرام میکنه. ما یک چنین فضایی، یک چنین شرایطی داشتیم در طول 40 سال در جامعه خود. نیازمند پدران عاقل، مدیر و مدبر، فهیم و فرهیخته هستیم. نیازمند اینا هستیم و بودیم، ولی بله، انشالله ایجاد میشه. هستن کسانی هستن در جامعه ما، انشالله با تمرین کردن. آی حسینی، همه چیز اینا نیاز به تمرین داره. قرار نیست که معجزه صورت بگیره، قرار نیست که خلق و سائه مشکلی حل بشه. باید شروع بکنیم به تمرین گفتگو، تمرین حل مشکل و این مشکلات رو حل بکنیم. ببینین که وقت هم کوتاه هست، سریعا وارد
راهکارهامشون، چون ممکنه شما سوال کنید که خب چه راهکاری دارید برای قضیه با توصیه صرف. بله حالا بله. مشکل که همه میدونه بله. هر کی در جامعه زندگی کرده متوجه این مشکل هست، ولی خب بله. راهکار چیه؟ با توصیه صرف که مشکل حل نمیشه، باید راهکار ارائه بدیم. ببینید اولین راهکار اینه که ما باید سعی بکنیم و تمرین بکنیم که از سخنان ملامتگرانه پرهیز کنیم. قبل از اینکه سرزنشی باشه، بله سرزنش نکنیم دیگران. قبل از اینکه ما وارد راهکارها بشم، اینجا لازمه که عرض بکنم ببینید فرهنگ سازی در هر جامعه از خانواده شروع میشه. به مدرسه، در مدرسه رشد و بالندگی پیدا میکنه، در جامعه و در بستر اجتماع خودخون نشون میده، آثارش و عوارضش خودخون نشون میده. اینا باید در محیط خانواده تمرین بشه. اولین گام اینه که پدر خانواده، مادر خانواده سعی بکنن که سخنان ملامتگرانه همراه با سرزنش نداشته باشن با فرزندان و با خودشون. سخنان اونها تحقیرآمیز نباشه، شخصیت دیگران و کرامت انسانی دیگران زیر سوال نبریم، آمرانه با دیگران برخورد نکنیم، از موضع بالا با دیگران برخورد نکنیم. کسی که از موضع بالا برخورد میکنه، این دیگه گفتگو نمیکنه، این خود از دیگران بالاتر میدونه، گوشی شنوایی برای شنیدن حرف دیگران و نیازهای دیگران نداره، ممکنه اصلا مشکل تشخیص نده. چرا؟ چون مشکل اونا رو نشنیده، به خودش اجازه نداده که بشینه و حرف دیگران بشنوه و اصلا معضل و مشکل تشخیص نداده، از موضع خودش یک طرفی داره قضاوت میکنه. بنابراین برخورد آمرانه، تحقیرآمیز همراه با توهین و ملامت، ای دیگه گفتگو نخواهد بود. دقیقا عکس این قضیه است. ببینید به جای ملامت باید ما شنونده خوبی باشیم، دیگران اگر نکات مثبت دارن تحسین بکنیم، تشویق بکنیم، به شخصیت انسانی اونها احترام بگذاریم، به جای تحقیر کرامت انسانی اونها داشته باشیم. نکته بعدی اینه که از مشورت و نظرخواهی از دیگران غافل نشیم، یعنی اینکه ما خود عقل کل ندانیم. ببینید ما در یک جامعه پدرسالار رشد کردیم، جامعه ما یک جامعه سنتی است که در این جامعه هر چی شما سن بالاتری داشته باشید از موقعیت بالاتری برخوردار هستید. گرچه ما این قضیه نفی نمی‌کنیم، از نظر اسلام کسی که ریش سفید هست، بزرگ خاندان هست، مورد احترام هست، قرآن هم میگه از سابقون اولئک المقربون، اما این به این معنا نیست که کسی که از نظر سنی بالاتر هست همه چیز میفهمه. در زبان مثل‌های بله قدیم فارسی داریم که همدان همگانند، هیچ کس همه چیز نمیفهمه. وقتی همه آدم ها عقل خود رو هم بگذارن و در واقع به خرد جمعی و مشورت برسن، او وقت میتونن به ادعا کنن که ما تقریبا همه چیز میفهمیم. او وقت هم تازه نمیفهمن، چون قرآن میگه و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، علم بشر کلن کمه. لذا ما در هر شرایطی محتاج مشورتیم. ببینید خدا به پیغمبر میگه و شاور هم فی الام، ما که دیگه از پیغمبر نعوذ بالله بالاتر نیستیم. بنابراین محتاج مشورتیم و باید خود در معرض استفاده از اندیشه دیگران قرار بدیم. نکته سوم اگر وقت هست، استفاده از فضای مجازی و امکاناتی که فضای مجازی و اینترنت به ما میده. میتونیم به جای این که هر کسی سر در گریبان خودش داشته باشه و در واقع به قول اون بزرگ ما جمع تنهایان تشکیل بدیم، چون گاهی اوقات افراد خانواده از نظر فیزیکی همه زیر یک سقف هستن، ولی هر کسی توی خود خونه به اصطلاح، یعنی هر کی با فضای مجازی، با اینترنت، با سایت ها، با گروه های مجازی مشغوله و فقط جسم اونها زیر یک سقفه. ایر نمیگن ارتباط سازنده. ارتباط سازنده به این معناست که روح اونها با هم باشه، عقل اونها با هم باشه، تعامل سازنده همراه با اراده و عزم داشته باشن. این که ما صرفا اعضای خانواده در شب میاییم زیر یک سقف میخوابیم، این کافی نیست. مشورت به چه معناست؟ به این معناست که پدر خانواده، مادر خانواده، اعضا خانواده رو جمع بکنه، اولا نیازها و مشکلات سعی بکنه که بشناسه. از چه طریق؟ از طریق سوال کردن. یعنی پدر خانواده به جای اینکه گوینده خوبی باشه، باید سعی کنه شنونده خوبی باشه. ما سعی میکنیم که بیشتر حرف بزنیم. روانشناسا میگن آقا بیشتر حرف دیگران بشنوید،
ببینید حتی پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در جامعه هر کس هر حرفی داشت حرف اونا رو میشنید. قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیغمبر بشارت بده به بندگان ما، بندگان خوب ما کسانی هستند که قول استماع میکنن. استماع با سمع فرق میکنه. سمع اینه که شما از سرک رد میشین صدای بوق موتر به گوش شما میخوره، این سمع چون ناخودآگاه به گوش شما، ولی استماع اینه که با اراده تصمیم میگیرین حرف دیگران رو بشنوید. میگه پیامبر بله هر بندگان خوب ما کسانی هستند که حرف دیگران میشنون و بعد او حرفای خوب رو انتخاب میکنن، از اونا پیروی میکنن. پیغمبر حرف دیگران میشنوید. لازمه ای کار این است که ما اول مشکلات خوب تشخیص بدیم، حرف دیگران رو بشنویم، بعد با اونها مشورت بکنیم. گاهی اوقات مشورت های ما همراه با توهین و تحقیره، استفاده از کلمات نامربوط، کلماتی که توهین آمیزه، تهدید آمیزه. من میخوام اینجا عرض کنم به بینندگان عزیز، ببینید قدرت در زور بازو نیست، قدرت در کلماته. شما با یک کلمه میتوانید یک نفر با خودتان دوست کنید، میتوانید او شخص دوست 30-40-50 ساله دشمن کنید. لذا هر کلمه یک بار معنایی داره. برای استفاده از کلمات بسیار باید دقت کنیم. قبل از حرف زدن باید فکر کنیم. گفت سعدی میگه دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. ببینیم که کجا باید سخن بگیم، چه مقدار سخن بگیم و کجا باید شنونده باشیم. لذا این نکته ای است که باید اینجا گفته بشه. و نکته بعدی که لازم است اینجا خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم اینه که گوش دادن ما گوش دادن رئیس و مرؤوس و ارباب و رعیت نباشه، گوش دادن مشفقانه و از سر مهربانی باشه. در صدد حل مسئله باشیم، با دلسوزی حرف دیگران گوش کنیم. یک وقت هست ما از موضع یک بادار، از موضع یک فرمانده، از موضع یک رئیس گوش میکنیم. ببینید زبان بدن خیلی مهمه. این صرفاً استفاده از کلمات هم کافی نیست. ببینید روانشناسا میگن آقا شما ممکنه با خشونت با قیافه ابوسن قمتری را به یک نفر بگی من تو رو دوست دارم، او شخص کلمه رو نمیشنوه، او پیامی که از چهره شما دریافت میکنه اور میگیره. شما اگر با خشم به یک کودک زیر 2 سال نگاه بکنید با چهره گرفته بعد به یک کلمه به او بگید، اصلا او کلمه نخواهد شنید، او قیافه شما رو، او زبان بدن شما میگیره و پیام از اونجا میگیره. لذا مهم اینه که ما قلباً دیگران دوست داشته باشیم و بخوایم مشکل اونا رو حل بکنیم و به انسانها حتی بچه های کوچیک خانواده شخصیت قائل بشیم، از کودکی به اونها اعتماد به نفس بدیم. درود بر شما. اگر اجازه بدین یک میان برنامه میکنم. تو بازم ببینیم دوباره در خدمت شما هستیم. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت از عزیزای بیننده که تازه به جمع ما پیوستند. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی رو برای دیدن انتخاب کردید. ادامه برنامه با وقت بیداری رو بیننده هستید با موضوع راهکارهای تقویت گفتگو در جامعه. جناب استاد درود بر شما. اگر موردی از راهکارها مانده بفرمایید و بعد در ادامه اگر زمان ما محدود هست اگر امکانش بود کمی هم خوب از موانع چی بایستی
گفتگوی سازنده میشه ایران انشاءالله بکنه. سعی میکنم که یک جنبندی خوبی داشته باشیم، هم راهکارها رو عرض کنیم و هم موانع. نکته بعدی اینه که مدیریت بکنیم نیازهای مخاطب خود، هم نیازها خود خور و هم نیازهای مخاطب خود، یعنی اون نیازها خود بتونیم با استفاده از جملات و کلمات زیبا با بار عاطفی خوب با زبان بدن مناسب به دیگران منتقل بکنیم و نیازهای دیگران بگیریم. یعنی در واقع سیگنال هایی که از دیگران به سمت ما میاد او سیگنال ها درست بگیریم، مثل یک آنتن قوی، و در واقع روح کلام اونها و نیازهای اونها دریافت بکنیم. خیلی وقتا مشکلاتی که در خانواده وجود داره به خاطر اینه که پدر خانواده نمیخواد یا وقت نداره یا اصلا این ضرورت را احساس نکرده که مشکلات همسر خود بشنوه، مادر خانواده این ضرورت احساس نکرده که مشکلات دختر خود بشنوه و درک بکنه و در واقع نیاز عاطفی و احساسی او درک بکنه، وقت نذاشته، با او ننشسته و صحبت نکرده. مشکلاتی که این دختر و این محصل در محیط مدرسه داره، در خارج از خانه داره، با یک گفتگوی سالم خیلی راحت حل میشه. بنابراین مسئله بعدی مدیریت نیازها بود. نکته بعدی اینه که ما نیازهای مخاطب نسبت به او آگاهی پیدا بکنیم. این آگاهی پیدا کردن چند تا راه داره. یکیش اینه که ما مطالعه داشته باشیم، یعنی جوانی که در سن بلوغ رسیده ما نسبت به بحران دوره بلوغ باید مطالعه داشته باشیم، نسبت به شرایط مثلا دختری که در آستانه ازدواج هست باید مشکلات او بفهمیم، آستانه تحمل خور ببریم بالا، زود ناراحت نشیم، آرام سخن گفتن، با طمأنینه سخن گفتن، با تدبیر سخن گفتن، شنونده خوبی بودن، دیگران درک کردن، به دیگران اجازه سخن گفتن و ابراز وجود دادن، این باعث میشه اعتماد به نفس در فرزندان ما، در همسر ما ایجاد بشه و اینا دچار مشکلات بیرونی نشن و این فرهنگ مثل یک هرم، از رأس هرم سرازیر میشه به قاعده هرم. مسئله بعدی استفاده از فرصت های چهره به چهره و حضور فیزیکی پدر و مادر در خانواده است. گاهی اوقات اونقدر مشکلات کار و مشغله کاری زیاد میشه که پدر یا مادر وقت کافی نمیگذارن در خانواده. صبح ساعت 6 از خونه بیرون میشه، شب ساعت مثلا 11 بجه میای به خونه، 12 بجه میای به خونه، ای اصلا دیگه ببخشید جنازه رو میای به خونه، ای اصلا حال و حوصله سلام و احوال پرسی نداره، انرژی نگه نداشته برای خودش که بخواد بله با خانواده در ارتباط باشه. نکته مهمی که میخوام عرض بکنم اینه که پدران عزیز، مادران گرامی، نیاز فرزندان صرفا نیازهای مالی نیست، مهمتر از نیاز مالی نیازهای روحی روانی است که ما باید اینها برطرف کنیم. اگر در جای خودش این نیازها رو نشناسیم و برطرف نکنیم، ضربه های سخت خواهیم خورد و بعداً تاوان های سنگین خواهیم داد که با مسائل مالی هم دیگه قابل جبران نیست. لذا وقت بگذاریم و هم از فضای مجازی استفاده بکنیم و هم از حضور چهره به چهره. نکته آخری که در بحث راهکارها عرض میکنم اینه که از دورهمی های خانوادگی، از مناسبت هایی که اتفاق میفته، خب شادی ها، عروسی ها، مجالسی که گرفته میشه استقبال کنیم. الان در دنیا مشکل اصلی خانواده ها مشکل این است که جوان ها متاسفانه تبدیل شدن به آدم های مجازی، دائما مشغول به فضای مجازی هستن، ارتباطات رو در رو و چهره به چهره وجود نداره، آدم ها آدم های دیجیتال شدن، آدم ها آدم های ربات گونه شدن و در واقع احساس و عاطفه مرده و تبدیل شدن به یک ربات های متحرک و اینا باعث میشه که اون نیازها، ببینید نیاز اگر دیده نشود حل نمیشه، مسئله باقی میمونه، در جای دیگه خودخور به شکل دیگری نشون میده. سعی بکنیم نیاز در وقت و به موقع ببینیم، بشناسیم، برای او راهکار ارائه بکنیم، حضور فیزیکی خود در خانواده زیاد بکنیم. و زیاد. اما بحث موانع، برای که دیگه وقتم چند دقیقه وقت داریم آقای حسینی؟ دارم، همچنان وقت دارم. خب نکته ای که من میخوام اینجا عرض بکنم برای قسمت راهکارها و بعد برسیم به بحث موانع اینه که ببینید ما یک جامعه سنتی پدر سالار در واقع قبیله ای هستیم، دارای سنت های قبیله ای. البته در فرهنگ ما عناصر بسیار مفید و جذاب هم وجود داره که باید اینها
نگه داریم، حفظ بکنیم. بله، خب بس نهادی نشدن. بله، فرهنگ ما بسیار غنی هست. اینکه احترام به بزرگترها داریم بسیار ارزشمند هست. اینکه کوچکترها جایگاه خود در خانواده میشناسن و اینکه به ریش سفیدها و پدر مادرها به شدت احترام میگذاریم خیلی خوبه. اما معنای حرف این نیست که ما جوانها رو درک نکنیم، نوجوانها رو درک نکنیم. ببینید، پدر پیغمبر فرمود که سید القوم خادمهم، سرور و آقای هر جمعی کسی است که با اونها خدمت بیشتری بکنه. و اصلا در روایات هم داریم که فرمود الخلق كلهم عیال الله فخير عباد الله انفعهم لعیاله. بهترین فرد، بهترین بنده کسی است که خیر او و نفع او به دیگران برسه. بهترین پدر، پدری است که منفعت او به دیگران برسه، نه اینکه از موضع بالا آمرانه و حاکمانه مستبدانه با دیگران برخورد بکنه. این روحی استبدادی که در فرهنگ ما نهادینه شده متاسفانه، هر بزرگتری به کوچکتر خود زور میگه، این باید سعی بکنیم با تمرین کردن از بین ببریم، دیگران درک بکنیم. پیغمبر فرمود که وقیرو کبارکم ورحمو صغارکم، به بزرگترها خود احترام بگذارین و به کوچکترها رحم کنین. بعد نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم اینه که ببینید، ما باید برای این که گوینده خوبی یا شنونده خوبی باشیم باید آگاهی پیدا کنیم. قرآن میگه ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. ما توی دنیای امروز که دنیای اینترنت هست نیاز داریم که از فضای اینترنت استفاده مطلوبی داشته باشیم. به جای اینکه بریم عکس و فیلم های حوادث و کشت و کشتارها رو نگاه کنیم، چهار تا مقاله درست بخونیم در ارتباط با مسائل تربیتی. اینا نکات مهمی است. و اما موانع. مانع اصلی برای ایجاد گفتگو گارد گرفتن هست و خود خود در معرض گفتگو قرار ندادن. ببینید گفتگو وقتی صورت میگیره که دو طرف گفتگو خود خور در موضع مساوی قرار بدن، ولی اینکه مساوی نباشن. یک معلم در محیط صنف خود وقتی میتونه با محصل خود گفتگو بکنه که تواضع داشته باشه، دارای روحیه فروتنی باشه، یعنی واقعا بخواد مشکل خود حل بکنه، از محصلین خود نظرخواهی بکنه، بگه خب دوستان عزیز ما یک سال با شما بودیم، کجای تدریس ما مثلا مشکل داشت. یک پدر در محیط خانواده اگر خود در معرض نقد دیگران قرار بده، این کوچک نمیشه بلکه در دیده دیگران بزرگ میشه. این روحیه استبدادی، تحکم کردنها، آمرانه عمل کردنها، مشفقانه برخورد نکردن، دلسوزی نکردن و از دیگران طلبکار بودن، یعنی خود در موضع حق ببینیم و دیگران در موضع اداء تکلیف، این مانع اصلی هست برای گفتگو که ما باید سعی بکنیم در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی این قضیه با تمرین و با ممارست‌های طولانی انشالله به سرانجام برسونیم. در این زمینه رسانه ها میتونن نقش مهمی داشته باشن، سایت ها، شبکه های تلویزیونی، مدارس و حتی عرصه سیاست و فرهنگ و اجتماع خیلی میتونن مؤثر باشن. ببینید، گفت که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. ما از کسی که در موضع پایین‌تر هست نباید توقع داشته باشیم که او هر فرد گوش کنه، او که گوش میکنه. من ای که پدر خانواده هستم، من ای که معلم یک صنف هستم، من ای که در یک جا رئیس هستم، من باید خود بیارم یکم پایین‌تر و حرف دیگران گوش کنم. در این صورت هست که مشکل حل میشه. اگر جملات آخر اگر ما این روحیه در خود خود ایجاد نکنیم چی میشه؟ مشکل حل نمیشه، مشکل بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. و این در واقع دقیقا مثل همو آتش، آتش شما اگه نبینید و خاموش نکنید او آتش از بین نمیره، تبدیل میشه به نزاعها، تبدیل میشه به عقده های روانی، تبدیل میشه به بزهکاری های سنگین، جرم و جنایت در عرصه جامعه و خود خور به صورت خشونت های فراگیر اجتماعی و خانوادگی نشون میده. و بعد همین مشکل ما باید با هزینه های سنگین تر حل بکنیم. پس بهتر است که ببینید، در ضرب المثل های قدیم ما داره که میگفتن آقا پیشگیری از درمان بهتره. این پیشگیری از درمان بهتره صرفا در مسائل درد و درمان و معالجه نیست، در مشکلات اجتماعی هم هست. بله، من وقتی که احساس میکنم یک سوء تفاهمی در روابط بنده با شما ایجاد شده، خود باید در معرض نقد قرار بدم. اگر من خود در معرض نقد شما قرار ندم، آدما جرأت نقد کردن از ما ندارن.
چرا؟ چون میترسن که هزینه داشته باشه، رابطه ها به هم بخوره. لذا او کسی که در موضع بالاتر هست باید خود در معرض نقد قرار بده. این سعه صدر، این تحمل، این آستانه تحمل خود ببره بالا تا مشکلات انشالله بتونه با هزینه کمتر حل بکنه. امیدواریم که استاد دو دقیقه تا پایان برنامه وقت داره، مگر صحبتی را کاری یا موانعی چیزی صحبتی مفیدتر در قسمت باقی مانده میشنویم. خواهش میکنم. من اینجا لازم هست که اشاراتی داشته باشم به آیات قرآن و احادیث شریف. ببینید قرآن به پیغمبر دستور میده، میگه پیغمبر برو با مسیحیون، با نصارا، با اونها گفتگو کن، با اونها حرف بزن. ببینید مسیحی ها کافرن، پیغمبر دستور میده که میگه برو با اونها حرف بزن روی مشترکات. قول تعالو ندعو، به پیغمبر میگه پیغمبر بیا و تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. قبلش فکر میکنم قول یا اهل الكتاب داره. پیغمبر به اهل کتاب بگو که بیایید به مشترکات تمسک بکنیم. تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. یک وجه مشترکی که بین ما مسلمان ها و شما هست چیه؟ اون است که الا نعبد الا الله، از شرک دوری بکنیم، موحد باشیم و خدا را عبادت بکنیم، ولا نشرک به شیئا، و نسبت به خدا مشرک نباشیم. ببینید پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه کفار جمع میکرد، میگفت که انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا ما بر حقم یا شما، بالاخره یک کدوم بر حقیم. بعد میفرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید برای اثبات حرفتون. ای ببینید ای خودش گفتگوست، باز کردن سر گفتگوست. پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در بسیاری از مشکلات اجتماعی مردم مکه و مدینه در صلح حدیبیه و صلح های دیگه از طریق گفتگو مشکل حل میکرد. پیغمبر به امتش فرمود، خدا به پیغمبر دستور میده، میگه پیغمبر به امت بگو که در مشکلات و امرهم شورا بینهم، مشورت بکنید با هم دیگه. لازمه مشورت کردن گفتگو کردن هست، لذا ما محتاج گفتگو هستیم. ببینید کشور ما همیشه و در همه جا در هر سطحی که باشیم بازم این نیاز به اندازه کافی جنگ کردیم. در دنیا متاسفانه معروف شدیم به یک کشوری که دائما در او بحران هست، جنگ هست، نزاع هست. بیایید با همدیگه کنار بیاییم و مشکلات خود با گفتگو حل بکنیم و سعی بکنیم که انشالله یک نسل پیشتاز، نسل متعالی، پیشرونده، آگاه، اهل مطالعه، اهل گفتگو تربیت بکنیم و انشالله در آینده در عرصه جهانی بدرخشیم و برگردیم به او تمدن درخشان افغانستان قدیم، خراسان قدیم، تمدن اسلامی قدیم که در او بو علی سیناها رشد میکرد، مولانا جلال الدین بلخی رشد میکرد، ابوالمجد مجدود ابن آدم، صناعی غزنوی و پیر هرات، امثال بزرگانی که ما در تاریخ داشتیم اینها رشد میکرد. اینا در عرصه علم و تمدن و گفتگو. خیلی ممنون از استاد، لطف کردیم، تشکر از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه تشریف آوردید. انشالله که هر جا که هستید خیر و سلامتی به در خیر راهتان باشه، سلامت باشید. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همتان را به الله پاک به همتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.